آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در تازه ترین صحبت هایش درباره تخریب شورای نگهبان هشدار داده و گفته منتقدان شورای نگهبان را به خیانت متهم نمی کند، اما آنها ملتفت نیستند. او به مردم ایران توصیه کرده آگاه باشند و در نقطه مقابل خواست دشمن عمل کنند که قصد دارد از طریق این انتخابات در کشور نفوذ کند. در این دوره انتخابات مجلس خبرگان کمپینی به راه افتاده که از ورود احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به این مجلس جلوگیری کند. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بی بی سی اینجا با ماست. جمشید، یه مقدار در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر به ما بگو. نکات مهمش غیر از اینا که من بهش اشاره کردم چیا هست؟ در واقع نکات اصلی من مهم همون نکاتی بود که تو اشاره کردی. آقای خامنه‌ای مجدداً از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده، منتقدان شورای نگهبان رو به تندی مورد حمله قرار داده و همینطور در واقع به شکلی هم صریح و هم تلویحی اشاراتی داشته در مورد ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. در مورد همین قضیه ملتفت نیستن بیشتر به اون بگم، احتمال میده کی باشه مخاطب او؟ خب ببینید، در روزها و هفته های اخیر مهمترین و رساترین صدای انتقادی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی بود که در واقع انتقاد کرد از رد صلاحیت حسن خمینی و گفت که خود شما یعنی اعضای شورای نگهبان مگه صلاحیتتون رو از کجا به دست آوردید؟ چه کسی به شما این امکانات رو داده؟ البته محدود هم به شورای نگهبان نکرد، یک جناح رو به طور کلی مورد عتاب قرار داد و به طور کلی در مجموع هم به رد صلاحیت ها هم اعتراض کرده بود، اگر نه به این شکل. البته کسان دیگری در جریان اصلاح طلب هم انتقاد کرده بودند، اما نه خیلی گویا و شفاف و رسا مثل آقای رفسنجانی. آقای خامنه‌ای اگرچه تاکید میکنه که مثلا آقای رفسنجانی رو به خیانت متهم نمیکنه، اما در این حال او رو متهم این میکنه که ملتفت نیست. در گذشته هم در جریان اعتراضات جنبش سبز آقای خامنه‌ای به نوعی آقای هاشمی رفسنجانی رو در صدر کسانی قرار داد که از اونها به عنوان خواص بی بصیرت یاد کرده بود. بنابراین در اینجا هم روی سخن آقای خامنه‌ای به منتقدان و از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی است. و بخش دیگه دوباره بحث نفوذ به میان میاد که به نظر میاد تک کلام رهبر ایران بوده ظرف ماهای گذشته. در این باره چی گفته بیشتر؟ آقای خامنه ای همیشه تاکید میکنه که فقط یک رأی داره و کسی هم از رأی او آگاه نیست. در آستانه انتخابات همواره این سخن رو میگه، اما او هم از طریق ابزاری که در اختیار داره، از جمله شورای نگهبان که منصوبان خود او هستن، سپاه که میتونن در واقع همیشه متهم بوده که در انتخابات به صورت سازمان یافته عمل کرده و بسیاری جهات دیگه بر نتایج انتخابات عملا تاثیرگذار بوده، در صحبت های امروز خودش به نوعی به صراحت داره به مردم و همینطور به سازمان هایی که تحت نظر او عمل میکنن نشون میده که او از چه جریانی دفاع میکنه. میگه که اگر کسانی که به گفته او مرعوب آمریکا هستند و میخوان اشرافیگری رو در واقع رواج بدن، اینها به مجلس راه پیدا بکنن، به مملکت رو بدبخت خواهند کرد. خب میدونیم که اکبر هاشمی رفسنجانی در صدر فهرست کسانی است که به در واقع روش اشرافیگری متهم هستند از سوی منتقدان آقای رفسنجانی. یا مثلا در جای دیگه اشاره میکنه، برجام رو زیر سوال میبره، میگه که من همواره گفتم آمریکا قابل اعتماد نیست، اینها اومدن توافق کردن، ولی الان که موقع عمل هست تهدید میکنن که اجازه سرمایه گذاری در ایران نخواهیم داد، بنابراین بعد از دو سال مذاکره ما به هیچ جایی نرسیدیم. در واقع به نوعی داره صحبت های آقای روحانی رو و مهمترین عامل تبلیغاتی حامیان دولت رو بلا اثر میکنه، به این معنا که حامیان دولت بر این تاکید میکنند که آقای روحانی به وعده خودش عمل کرد، توافق اتمی حاصل شد، گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد. حالا آقای خامنه‌ای میگه که اصلا اتفاقات نیست، در واقع این حربی تبلیغاتی رو از حامیان دولت داره میگیره. بنابراین در مجموع خیلی روشن آقای خامنه‌ای قبلا هم البته گفته بود که مجلسی مثل مجلس فعلی رو میپسنده و ترجیح میده، در این صحبت ها هم داره کاملا نشانهایی رو میده که چه کسانی از نگاه او شایسته راه یافتن به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیستن و چه کسانی مردم باید به چه کسانی رأی بدن، کسانی که در طیف اصولگرای جمهوری اسلامی امروز قرار میگیرن. متشکرم جمشید برزگر.